اگه تو هم جز اون دسته از افرادی که علاقه داری ببینی دانشگاه آکسفورد چه بورسیه‌هایی رو ارائه می‌کنه و چجوری می‌تونی برای این بورسیه‌ها تقاضا بدی، این ویدیو براتون به صورت کامل و جامع در مورد بورسیه‌های دانشگاه آکسفورد توی ویدیو صحبت کردم. پس حتما ببینش. با عرض سلام و احترام خدمت فالوور عزیز مجموعه بورس پلاس، ما برگشتیم با این آموزش خیلی خیلی خفن دیگه. می‌خوایم امروز بهتون یاد بدیم که در واقع چطوری بورسیه های دانشگاه کمبریج که یکی از برترین دانشگاه های دنیا هستش رو پیدا بکنید و همچین چیزی برایش تقاضا بدین و در واقع چه بورسیه هایی داره. بریم با هم دیگه آشنا بشیم. خب این سایت دانشگاه کمبریج هستش که ملاحظه می‌فرمایید و شما اگه بخواید مثلا مقاطع تحصیلی رو پیدا کنید، آندر گریجوییت برای مقطع کارشناسی میتونید دوره‌هاشو اینجا ببینید، برای مقطع ارشد و دکترا میتونید اینجا ببینید و اطلاعاتی خودشون گذاشتن راجع به دانشگاهش تو سایتشون و اخباری که گذاشتن و ایونت ها و اتفاقاتی در اونجا رخ میده و همچنین تو یوتیوب گزارش های استودنت پرسپکتیو گذاشتن و یا پیج اینستاگرامشون گذاشتن و شبکه اجتماعیشون که اینجا میتونید ببینید. اما من میخوام این راهکار خیلی ساده‌تر بدم به شما که چی رو پیدا کنید. شما خیلی راحت تو گوگل بیاید سرچ کنید کمبریج یونیورسیتی، این کلید واژه که سرچ بکنید، حالا اطلاعات خود سایت دانشگاه کمبریج میاد. اینجا فاندینگ داره، یعنی اولین آپشن فاندینگه. شما کلیک بکنید وارد خود سایت دانشگاه یونیورسیتی کمبریج میشین و قسمت فاندینگش و اینجا خیلی جامع و شفاف اومده به صورت کامل در مورد بورسیه هایی که خود دانشگاه کمبریج اعطا میکنه یا دانش یا مؤسسات یا سازمان های خارج از دانشگاه که برای این دانشگاه بورسیه اعلام میکنن رو ببینید. اومده اینجا میبینید که گفته هر ساله بیش از 100 میلیون یورو اسکالرشیپ یا بورسیه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا که وارد این دانشگاه میشن بورسیه و اسکالرشیپ اعطا میکنه و خب تعداد زیادیش توسط حالا خود دانشگاه یا کالج ها یا شورای در واقع بریتیش ریسرچ کانسیل شورای تحقیقاتی اعطا میشه یا خیلی از اینها توسط منابع خارجی یا قرض هست یا خیریه هستش یا برنامه های دولتی هستش که شما میتونید در واقع برای این دوره ها تقاضا بدید. بعد اومده گفته آره مهمتریناش خب کمبریج تراست هست، گیتس کمبریج هست، اینا رو گیتس به بورسی بیل گیتس رو معرفی کردیم یا همینطور بورسیه های دیگر رو اینجا اومده گفته. بعد اینجا اومده یک آمار داده گفته در سال 2020 ما 634 تا بورسی تحصیلی دانشگاهی اعطا کردیم، 418 تا بورسیه از طرف شورای تحقیقات انگلستان اعطا شده، 404 تا بورسیه خود دانشکده ها اعطا کردن، 225 تا خود کالج ها اعطا کردن و 410 تا هم از منابع آدرز در واقع منابع غیر دانشگاهی اعطا شده بهشون که در مجموع 2091 نفر این دانشگاه در سال 2020 بورسیه کرده و اینجا هم علامت زده ستاره میتونی اینجا ببینید که مثلا یونیورسیتی اواردز شامل اینها میشه و آدرز هم شامل خیریه ها، بورسیه های دولت های خارجی و فاند های خارجی هستش. که بعد یه آمار دیگه هم داده گفته 74% دانشجویان پی اچ دی این دانشگاه و 26% از مسترها در کارشناسی ارشد ها بورسیه های فول فاند یا پارشال فاند گرفتن و تو آمارش هم میتونید ببینید و همچنین گفته شما میتونید بورسیه های تحصیلی رو از طریق دیتابیس و سرچی که دارن برید پیدا بکنید برای این دانشگاه. کلیک کردم حالا باز بشه بیاد اینجا تا وقتی اینجا بینید و همچنین گفته فاندهای خارجی اونو میتونید اینجا ببینید و توضیحات دیگه داده، ادوایس های مهمی داده، گفته تحقیقاتون میتونید یک سال قبل از تحصیلتون شروع بکنید و گفته که اپلای بکنید تو چه ماهی مناسبه و چجوری بورسیه ها رو بدید، یه سری توصیه ها ادوایزه کرده. بعد اینجا میبینید که برای شما یه سری تب های گذاشته، شما خیلی اطلاعات خوب میتونید ازش به دست بیارید. گفته how to apply for funding به شما کامل یاد میده که برای هر سال تحصیلی هم تو کانال یوتیوبشون که حتما برید استفاده کنید ویدیوهاشون رو ببینید و هم این که تو خود سایت اومده توضیح داده گفته مثلا اگه شما ملیت آمریکایی داشته باشید تا 13 اکتبر 2021 باید تقاضا بدید، اگه ملیت بین المللی دارید و غیر آمریکایی هستید که مثلا گفته مهلت های زمانیتون مثلا دسامبر و ژانویه هستش
رو توضیحاتی داده که بعد گفته شما به صورت اتوماتیک از طریق پورتال برای این سری از بورسیه ها در نظر گرفته میشین و همچنین گفته چجوری میتونید کامل تقاضا بدین یا اینکه جداگانه تقاضا بدین یا اینکه چه فرصت های دیگه هستش و همچنین تو سوال های متداول شما در مورد این بورسیه توضیح داده. حتی گفته شانس شما چقدر هستش، بسیار میبینید که به صورت اینفوگرافی در مورد فاند ها و شانس شما اومده توضیح داده. میبینید اینجا حتی برای 2020-2021 هم داره و اطلاعات خیلی خیلی جامعی اینجا گذاشته. بعد از این میتونید شما یونیورسیتی فاندز رو بزنید، خب بورسیه‌ای که خود دانشگاه میده، کمبریج تراست اینو بورسیه شما فکر کنم زدم تو سایت بود، گیتس کمبریج اینا فکر کنم زدیم، بله اینو حتما تو پیج اینستاگرام معرفی کردیم و بورسیه‌های دیگه شون که شما میتونید به راحتی اینجا اطلاعاتو بزنید و بخونید. حالا ما بریم بورسیه‌های شورای تحقیقاتی انگلستان رو ببینیم، میبینید که این سری از بورسیه‌ها رو گذاشته و توضیحات شده داده، باید حتما بیاین بخونید ببینید کدومش مناسب شماست. فاندهای کالج ها رو گذاشته، میبینید که اینجا اطلاعاتش رو گذاشته و اکسترنال فاند یعنی فاندهایی که از طریق کمک های خیریه یا بخش های خارج از دانشگاه ارائه میشه که باز اینجا هر کدوم یکی یکی اطلاعاتش رو گذاشته، شما میتونید ببینید توضیحاتش و مبالغش رو. لونز در واقع یه قرضی هست، یک وامی هست به شما میدن تا بتونید شهریت رو بپردازید و بعد از این تحصیل تو تماشا برید سراغ کار و کار بکنید، حقوق داشته باشید، بیاین قرضتون رو یا وامتون رو بپردازید. و فاند فور دیسیبل استودنت یه بورسیه برای در واقع دانشجویان که معلولیت دارن، یه سری مزایایی هم اینجا قرار داده که شما میتونید اطلاعاتشو بخونید و در مجموع شما میتونید اطلاعات واقعا بسیار بسیار زیادی، حتی اپلیکیشن ددلاینز یا در واقع نحوه اپلای برای بورسیه ها رو تو این سایت خود دانشگاه کمبریج ببینید، گایدلاین خیلی خوبی گذاشتن. و حالا ما وارد بخش دیگه میشیم که بهتون گفتم، استودنت فاندینگ سرچ. تمام بورسیه هایی که حالا دانشگاه کمبریج الان داره میده 448 تاست و شما میتونید اینجا به راحتی انتخاب بکنید که آقا دانشجوی فعلی این دانشگاه هستی یا دانشجویی که میخواید بعداً بهشون اضافه بشید، برای مستر یا پی اچ دی، فول تایم یا پارت تایم میخواییم، ملیتتون انتخاب کنیم، برای خود ملیت ها هستش، حالا ایران هم داره، من افغانستان که دیدید داره، ایران رو هم من بیارم که دوستان عزیز ببینن ایران رو هم داره، بله عراق ایران، مثلا من ایران انتخاب کردم که آقا برای من بورسیه‌ای که تو ایران هم هست رو بیارم. میدونید که از اون 448 تا 362 تاش میگه ایرانی ها میتونن تقاضا بدن، که میبینید اینجا اطلاعاتش خیلی قشنگ گذاشته، مثلا بورسیه بیل گیتس که خب ما معرفیش کردیم، مثلا ما کلیک میکنیم ببینیم که اصلا این چه شرایطی داره و میگه برای ایرانی ها قابل تقاضا هستش. میبینید بله گفته دانشجویان که میخوان وارد دانشگاه بشن به تازگی تقاضا بدن میتونن تقاضا بدن و برای بورس شایسته هستن، 253 ملیت افراد میتونن تقاضا بدن، ددلاینش میتونید برای مستر و پی اچ دی هستش. مزایایی که میده بتون شهریه رو ویو میکنه، حقوق ماهیانه میپردازه، بیمه میده و کلی کارهای دیگه و فول تایم هم هستش و اطلاعاتش اینجا میبینید به صورت کامل و جامع برای شما و به راحتی فقط با دانستن زبان انگلیسی که شرط اول اپلای برای و مهاجرت تحصیلی قطعا هست، شما به راحتی و به سادگی میتونید برای بورسیه های دانشگاه کمبریج تقاضا بدید، به راحتی میتونید برید تک تک اونها رو پیدا بکنید، اطلاعات رو بخونید و برای خودتون مناسب بود براش تقاضا بدید و تمام دستورالعمل ها و گایدلاین هاش هم براتون نوشته. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک یادتون نره، کامنت بزنید، اگه سوالی اپا میدونید واسه می راجع به بورسیه کدوم دانشگاه دیگه براتون توضیح بدیم و سابسکرایب کنید کانال یوتیوبمون رو، به زودی ویدیوهای خفن دیگه داریم، برای دوستاتون بفرستید، شاید به درد اونها هم بخوره. خدا نگهدار شما.